من بیشتر توجه کردم به اینکه پس از اصلاحات ارضی شاه محبوبیت زیادی پیدا کرده بود و او هم از این نهایت بهره‌برداری کرد. مردم هم با کمال میل برنامه اجتماعی او رو تأیید کردند. بنابراین در اون موقع شاه از نو توانسته بود محبوبیتی بین مردم برای خودش ایجاد بکنه، ولی متاسفانه به تدریج شاه این تأیید مردم رو به صورت درستی تعبیر نکرد، چون توقع مردم این بود که آزادی بیشتری داده بشه و به تدریج این مردم باشن که سرنوشت خودشون رو تعیین میکنن. ولی شاه برعکس این فکر میکرد که چون اون رأی در مورد اصلاحات ارضی و بقیه مواد که معروف شده بود به انقلاب شاه ملت مردم رأی مثبت داده بودن، همیشه هر کاری بکنه تایید خواهند کرد، در صورتی که خب اینقدر صحیح نیستش، به خصوص برای مردمی که پیش از پیش شمار تحصیل کردنش زیادتر میشد، مردمی که با دنیای آزاد بیشتر رابطه پیدا کرده بودند، به خصوص در سالهای آخر سلطنت شمار ایرانیانی که به خارج میرفتن فوق‌العاده زیاد شده بود و خودش فنومن تازه‌ای بود که نشون داد که به هر حال این مردمی که بیرون میرن متوجه میشن که در دنیای آزاد چه خبر هستش و برمیگردن به کشور خودشون و مقایسش میکردن. بنابراین نتوانست از این امکانی که براش به وجود آمده بود استفاده بکنه و مملکت در راه بیفته که امروز من و شما در اینجا نباشیم، در کشور خودمون باشیم. و اما در جلد هفتم به خاطر اینکه مقدمه واقعی، یعنی در قسمت اول کتاب و یادداشت‌های علمه، این مربوط میشه درست به موقعی که این اصلاحات ارضی انجام شده و شاه میخواد حالا سلطنت باشه، حکومت بکنه، فقط سلطنت، ولی با وجود همه اینا باز هم مردم در این مرحله کم و بیش طرفدار شاه هستن، به خصوص در بخش خصوصی، چون شاه اونا رو تشویق میکرد، خیلی برای اونها مهم بود و اونها به شدت پشتیبان شاه بودن. این را البته اون وقت من توضیح دادم که از چند مرحله شروع میشه، برای که مرحله اول واقعا وقتی که شاه به سلطنت رسید کاری نبود و یه جوان 22 ساله‌ای بود که در بدترین شرایط سر کار اومده بود، مملکت روس، ارتش روس و انگلیس اشغالش کرده بودن و او و سیاست دولت هم خواه نخواه تحت تاثیر توقعات روسیه و انگلستان بود و به خصوص انگلستان در این مورد به شدت اصرار داشت که اصلا شاه را عوض بکنن و کسی دیگر جاش بیارن. اگر هم هیچ کدوم اینها نشد، حتی بود جمهوری هم راضی بودن، ولی که دیگه از خاندان پهلوی اسمی نباشه. ولی خوشبختانه این وسط محمد علی فروغی که گذشته از دانشمند بودن سیاستمدار تراز اولی بود، توانست به این متفقین بفهمونه که اگر شما میخواهید در این کشور آرامش بتوانید برنامه خودتون رو برای کمک رساندن به شوروی انجام بدید، همین شاه از هر کسی بهتر خواهد بود و مملکت آرومتر میمونه، مردم کسیگر قبول نخواهند کرد. شاه هم در اون سالهای اول فوق العاده از این جریان استفاده کرد، یعنی خیلی محبوبیت داشت، خیلی شاه در خیابان ها میدن تک تنها با اتومبیل که خودش رانندگی میکرد از شهر به شمیران میرفت یا به هر نقطه دیگر و این خیلی هم طبیعی بود. شاه هیچ چیزی نداشت، ابایی نداشت که بیاد میان مردم، چنان که چندین بار این کاری کرد، یعنی اومد میان مردم و خیلی هم برده استقبال قرار کرد. کلتا از همه استثنایی ترش موقعی بود که آذربایجان آزاد شد و شاه برای بازدید آذربایجان و کردستان به اون نقاط سفر کرده بود که در اونجا با
استقبال بی‌نظیری روبرو شد و موقع بازگشتن به قدری خیابانه که شاه باز از اون عبور میکرد شلوغ بود که تصورش نمیشه کرد، که من خودم از نزدیک شاهد بودم، یعنی از نزدیک دانشگاه تهران که اون موقع آغاز شهر از طرف شمال غربش بود، میدیدید که چه موجی از مردم جمع شدند از تمام این خیابان شاهرضا و پهلوی پیاده رو و اتومبیل رو، همش مردم گرفته بودن، یعنی راه عبور وجود نداشت، این باور نکردنیه. و شاه هم که اومد عبور بکنه سوار یه جیپ بود، جلو واستاده بود، خیلی با ادب سلام میداد، مردم احساسات شدید در کنار اتومبیلش، یعنی فاصله مردم با شاه یه متر دو متر بود، او باکی نداشت و میدونستش که توی میان مردم محبوبیت داره و بنابراین احتیاج به گاردی چیزی نیست، یعنی با یه چنین شرایطی که دو ساعت طول کشید که خیابان شاهرضا رو طی بکنه و آخرم در اون از دو وارد خیابان پهلوی شد، به هر حال وارد جزئیاتش نمیشم، ولی یه ترتیبی دادن که از یه راه دیگری بره و یه ماشین دیگری رو ببره که بتونه بره به کاخ. منظورم این است که شاه با یه همچین محبوبیت روبرو بود، ولی در این مرحله هم شاه متاسفانه این رو درست نکره، فکر کرد که این باعث میشه که باید اختیارات خودش بیشتر بکنه، به همین دلیل اولین کاری که کرد ملف سنار بیمیان آورد که هیچ احتیاجی بهش نبود و قوام سلطنه واقعا در اون مورد باید درخشان ترین سیاستمدار ایران اون دور بود. در دو نامه به شاه کاملا فهموند که این کارها غلطه و حتی یادآور شد که پدر شاه یعنی رضا شاه با تمام قدرتی که داشت به مجلس دست نزد و بی خودم دنبال این نرفت که یه موردی رو که در قانون اساسی نوشته بودن درباره تشکیل مجلس سنا ولی هیچ وقت این رو اجرا نکرده بودن او بی خود زنده بکنه و با همون صورتی که پدرش احترام به همون مجلس شورای ملی میگذاشت این هم بگذاره، ولی خب شاه گوشش بده این کار نبود و میخواست حتما مجلس سنا رو درست بکنه و قدرت خودش رو بیشتر بکنه. این کار هم کرد و مجلس سنا مطابق اون میل که خودش داشت نصفش خودش انتخاب میکرد، سناتورها به نصفش هم مردم انتخاب میکردن دو درجه، یعنی مردم اول یه عده انتخاب میکردن در حدود چند صد نفر و اونها از بین خودشون می اومدن نصف سناتورها رو به انتخاب میکردن، یعنی انتخابات درجه دو بود. جنبه شوخی هم داشت برای اینکه بین هم ساخته بودن و در نتیجه اون کسانی که مردم میلشون بود به ملک سنا راه نیفتند، ولی خب این جریان هم راه با زمانی بود که به تدریج مسئله نفت بالا گرفت و در نتیجه توجه زیادی دیگه به مسئله مجلس سنا نمیشد اگر که تشکیل شده بود. جریان نفت به جایی رسید که شاه ناچار شد در خلاف میل خودش، ولی ناچار شد که از دکتر محمد مصدق درخواست بکنه که دولت تشکیل بده، او هم قبول کرد به این حساب که بیاد هم مسئله نفت حل بکنه و هم قانون انتخابات تغییر بده. این دوتا ماده بود که دکتر مصدق برای دولت خودش معین کرد و خب مردم هم با یک هیجان فوق‌العاده از او پشتیبانی می‌کردند و واقعا هرچی او می‌گفت برای مردم حجت بود. در برابر اون مخالفان که خارج از یه عده‌ای که طرفدار دربار بودن که عده‌شون کم بود چندان زیاد هم نبود، اما از همه بیشتر حزب توده فکر میکرد که باید اینجا با دکتر مصدق مبارزه بکنه، ولی اونها هم کارشون به جایی نرسید و مصدق هم اصلا اهمیتی به اونها نداد و خواه ناخواه قدرت خودش همچنان مستحکم بود، ولی مردم منتظر بودن کاری بشه که وضعشون بهتر بشه چون درآمد نفت قطع شده بود و اینا منتظر بودن که نتیجه بگیرن.
پنج بار دولت ایران با در سه بار با انگلستان و دو بار با انگلیس و آمریکا مذاکره کردن. مذاکرات اول بیشتر همین بود که نفت 50-50 تقسیم بکنن که خب ایران قبول نداشت. مورد سوم پای بانک جهانی رو به اون کشیده بودن. بانک جهانی هم اومد و برنامه که ترتیب داده بود بدون اینکه منظوری داشته باشن، ولی به صورتی بود که در عمل 60% درآمد نصیب ایران میشد. این رو هم دولت ایران قبول نکرد. در این مورد آمریکا پادرمیانی کرد و دو پیشنهاد آوردن جلو. پیشنهاد اول واقعا قابل ایراد بود، اصلا قابل فهم درست نبود که میخوان چه کار بکنن و دولت دکتر مصدق رد کرد. پیشنهاد پنجم دقیقاً چیزی بود که ایران میخواست، یعنی اینا بودن گفتن آما دقیقاً هر چی که شما میخواید همون رو انجام میدیم، به این معنی که نفت مال شماست، از هر جای دنیا که میخواید شما میتونید کارشناس بیارید. برای اینکه تا قبل از اون میگفتن باید کارشناسایی که در شرکت نفت انگلیس و ایران بودن اونا رو برگردونید. اینجا در این مورد گفتن هر کس از هر جایی میخواید بگیرید و نفت رو اداره بکنید، به ما هم نفت به قیمتی که شرکت های تولید کننده نفت که به بازار میرن به شرکت های توزیع کننده میفروشن رو ما بدید. چون هم یه بحث خیلی کلی داشت که تقریبا یه چیزی شبیه 30% تخفیف میدادن در هر جای دنیا، چه در خود اروپا، چه در آمریکای لاتین و چه در آمریکا. در همه جا همین حالت بود که اگر یه خریدار عمده میخواست خریدار رو چیز نفت بخره، باید ترتیبی یه چیزی در حدود 25% یا چیزی یا 70-30% تقریبا تخفیف میگرفت که بتونه تو بازار بره بفروشه. و این بود که شما بیایید تمام کاری که شرکت های نفتی میکنن قبول دارید. و خب این خیلی خوب بود، خود دکتر مصدق هم قبول کرد که این خوبه و به بیان که باهاش نسبت هم داشت و رئیس شرکت نفت بود گفت که روز بعد با فؤاد روحانی بیان که دیگه مذاکرات شروع بکنن و جواب دولت مشترک انگلیس و آمریکا رو بدن. ولی روز بعد که اینها میرن به خونه دکتر مصدق، میبینن که حسیدی و دکتر شایان از اونجا خارج شدن از اتاق مصدق و اینا وقتی تو میرن مصدق داد میزنن که آها دیدید داشتن با سر ما رو کلا میذاشتن. معلوم شد که این دو نفر رأی دکتر مصدق تغییر دادن. علت این بود که این دو نفر خودشون دیگه درباره نفت مداخله میکردن، کوچکترین اطلاعی از بازار نفت دنیا نداشتن، تازه شده بودن مشاور دکتر مصدق. دکتر مصدق هم با این حرفا خیلی زود تسلیم میشد و این یه موردی هم اون سرتیپ ریاهی که خودش به عنوان رئیس ستاد ارتش انتخابش کرده بود، او هم در کارش با دکتر مصدق میگفت هر کسی نفر آخر باشه که پلی مصدق میره حق با اون خواهد بود. و اینه که اینها وقتی میرن تو اتاق دکتر مصدق میگه نه این احتیاج رو نداریم و نمیتونیم این کاری بکنیم، مذاکره بکنیم. این باعث شدش که دیگه انگلیس و آمریکا دیدن که هیچ چاره ای ندارن، برگشتن سر اینی که بیان توطئه بکنن با همکاری کسانی که در داخل کشور به شدت ناراضی بودن دیگه و میدیدن که وضع خراب شده و میخواستن وضع تغییر بکنه. یعنی هم ارتش نگران شده بود و هم طبقه ای که طبقه شهرنشین که اینا خیلی خیلی نگران وضع بودن. و به هر حال اینا همش باعث شدش که در 28 مرداد کودتا معروف شده که ولی از نظر حقوقی حالا قابل بحثه، ولی به هر حال سرلشکر زاهدی اومد سر کار، دولت دکتر مصدق افتاد و مسئله نفت هم از اون حالش بیرون اومد. از اون به بعد هم شاه سعی کرد که خودش همه کاره باشه، ولی تا زاهدی سر کار بود باز مقدار زیادی اجازه این کار نمیداد. خود او هم با قدرت کار میکرد و از وزیراش پشتیبانی میکرد، وزیران هم اجازه نمیداد همینطوره هر کسی میخواد بره پلو شاه. ولی با رفتن او وضع خیلی فرق پیدا کرد و دکتر اقبال که وزیر شده بود ازش در مجلس استیضاح کردن. او در پاسخ گفتش که من از اعلیحضرت اجازه میگیرم بعد جواب شما رو بدم، چون دولت سیاست نداره، سیاستی که ما داریم سیاست شاهه و او تعیین کننده است، بنابراین او باید به من اجازه بده که به شما جواب بدم یا ندم. یعنی خلاصه به کلی زیر پای مجلس و قانون اساسی میزد با این حرف.
سلاشگر زاهدی اومد سر کار، دولت رو دکتر مصدق افتاد و مسئله نفت هم از اون حالش بیرون اومد. از اون به بعد هم شاه سعی کرد که خودش همه کاره باشه، ولی تا زاهدی سر کار بود باز به مقدار زیادی اجازه این کاره نمیداد. خود او هم با قدرت کار میکرد و از وزیراش پشتیبانی میکرد، وزیرها رو اجازه نمیداد همینطور هر کسی میخواد بره پلو شاه. ولی با رفتن او وضع خیلی فرق پیدا کرد و دکتر اقبال که وزیر شده بود ازش در مجلس استیضاح کردن. او در پاسخ گفتش که من از اعلیحضرت اجازه میگیرم بعد جواب شما رو بدم، چون دولت سیاست نداره، سیاستی که ما داریم سیاست شاه و او تعیین کننده است، بنابراین او باید به من اجازه بده که به شما جواب بدم یا ندم. یعنی خلاصه به کلی زیر پای مجلس قانون اساسی میزد با این حرف. دولت های بعدی هم همینطور، فقط وقتی امینی اومد سر کار اون واقعا سعی کرد که از این حالت، این رابطه شاه و دولت رو بیرون بیاره، ولی با مخالفت های زیادی روبرو شد و خودش هم نتوانست خوب استفاده بکنه از فرصتی که پیدا کرد و در نتیجه کنار گذاشته شد. و بعد دولت علم اومد سر کار، بعدم در این مدت البته اصلاحات ارضی که از زمان امینی شروع شده بود، اون اصلاحات ارضی هم پس از اینکه دولت امینی هم افتاد دو مرتبه ادامه پیدا کرد، چند ماده هم بهش اضافه کرد که به امهان مواد انقلاب شاه و ملت مورد رأی قرار گرفت. ولی از اون به بعد شاه کاملا دیگه دنبال این بود که تک نفری سلطنت بکنه و همین کارم کرد و به تدریج در جزئیات کار میخواست مداخله بکنه. این وضعی بود که پیش اومد در موقعی که این یادداشت‌های جلد هفتم که در واقع جلد اول شروع میشه. آقای دکتر علی خانی، روایات مختلف هست راجع به این که پادشاه نسبت به اطرافیانش و کسانی که نزدیک بودن بهش و حتی خود آقای علم مشکوک بود همواره و همیشه با دیده شک به اونها نگاه میکرد. نظرتون چیه در این مورد؟ شاه زنین بود به اطرافیان، یعنی به هر کسی، این درش تردیدی نیست. در هر موردی هم مایل بود که اشخاص هم امتحان بکنه، هم به هر حال هر چقدر هم اطمینان داشته باشه آنچنان که به علم داشت، ولی بازم یه جایی باقی بگذاره. اینم زیاد قابل ایراد نیست برای کسی که میخواد در حکومت مداخله بکنه. در جای دیگه دنیا هم خیلی با ایران از این نظر فرقی نداره که به اطرافیان خودش هم زنین باشه و با احتیاط رفتار بکنه. ولی خب تفاوت این بود که به بعضی ها با وجود همه اینها اعتماد داشت و بعضی ها نداشت، که خب نمونه کسی که اعتماد داشت علم بود که در مثلا 15 خرداد خب یه کار استثنایی کرد شاه. یعنی پادگان های منطقه تهران به فرمان شاه با دستور علم هر کاری که علم گفت انجام میدن و این سابقه نداشت. ولی خب یه همچین کاری رو هیچ وقت حاضر نمیشد با دکتر امینی بکنه. مثلا اعتمادی که شاه داشت بعضیا بیشتر بود بعضیا کمتر، ولی در تمام موارد یه مقدارم جا برای هر کسی باقی میگذاشت، هر کسی. بله، این یه واقعیتیه. آقای دکتر علی خانی، شما مقام بالایی رو داشتید در یکی از دولت‌های زمان حکومت پهلوی. آیا به عنوان یک مسئول نظرات شما و مشورت هایی که شاه با شما میکرد مورد توجهش قرار میگرفت یا اینکه نهایتا نظر خودش رو اعمال میکرد؟ منظورم اینه که آیا شما این اتفاق مورد جالبی مطرح میکنید. من وقتی که وارد دولت شدم دولت دوم علم بود. بله بله، در اسفند 1341. بله، یک سالی که علم سر کار بود، اولا خب خود علم یه مقدار نخست وزیر فرق داشت، ولی با شاه هم که صحبت میکردیم نه فقط من، عده خیلی کمی هم بودن که اون موقع 4-5 نفر که شورای اقتصاد خیلی محدودی داشت که وزیر دارایی بود و رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک مرکزی و
نخست وزیر و وزیر اقتصاد چند نفر که صحبت میکردیم خیلی راحت حرف اونو میزدیم و بحث میکردیم. بعد که دولت علم رفت، دولت منصور سر کار اومد، به تدریج من یه تغییری در رفتار شاه دیدم، ولی باز هم با کسانی که از زمان علم در دولت بودن و حالا در دولت منصور و بعدم هویدا بودن، باز رفتارش یکمی رفتار اونها با شاد فرق داشت و بقیه وزیرها، و اونم حرفی نداشت. به عبارت دیگر من میتونستم با شاه صحبت بکنم و نظریم که داشت احیانا توضیح بدم که این پیش دلیل قابل اجرا نیست، ولی خب اگه چیز میکرد که همون کار بشه منم قبول میکردم، اما معمولا ترتیب داده میشد که در عمل او خودش میگفتش که خیلی خوب، حالا پس برید همین که خودتون گفتید انجام بدید ببینیم این چی میشه. بنابراین با شاه میشد بحث کرد، ولی در پایان دوره‌ای که در دولت بودن که 1348 بود، یعنی 6 سال و نیم طول کشید وزارت من، در اون سال آخر واقعا شاه به کلی برای من یه آدم دیگری شده بود. به تدریج من میدیدم تغییر کرده، ولی این تغییرش خیلی شدیدتر شده بود، خیلی شدیدتر شده بود و دیگه اصلا حوصله بحث با هیچ کسی نداشت، و این یه نقطه ضعفی بود که خب بهش خیلی لطمه زد. تمامی کسانی هم که اطراف شاه بودن فقط وظیفه‌شون بود که تعریف و گنگ چقدر کار خوبی کرد، بله، ولی ایراد نمیتونستن بگیرن. البته بازم با یه مقدار احتیاط تو یادداشت‌های الان اومده که خود علم یه مقداری توضیح داده که به شاه مسائلی رو تذکار داده، ولی خب این کافی نبود. طبق یادداشت‌های الان تنها کسی که در تمام این مدت با شاه سعی میکرد صریحا صحبت بکنه و گرفتاری کار بده اولی حضرت فرح بود، و شاه هم خیلی ناراحت میشد که چرا او یه همچین مسائلی رو پیش میکشه. ولی به هر حال میخوام به شما بگم که خیلی محدود شده بود شمار کسانی که میتونستن راستش به شاه بگن. تقریبا ایده کسانی که میتونستن راستش بگن خیلی خیلی محدود بود، یعنی من هرچی هم فکر بکنم سراغ ندارم، شاید فقط همون اولی حضرت بود، در بعضی موارد علم، و همین و همین تحولی است که در وضع شاه ایجاد شد. و واقعا تمام اتفاقاتی که بعدن اتفاق افتاد روی همین خودرأیی شاه، و بعد اون وقت مداخله در مسائل جزئی که اصلا او نباید مداخله می‌کرد، مسائل بسیار جزئی. اون وقت توقع داشت که وزیراش هم همونطور وارد این مسائل جزئی بشن که به کار اصلشون نرسن. یه چیزی شده بود که البته زمان من دیگه نبود، ولی به خصوص مال موقعی است که اینا اومدن که دفتر مخصوص شاه اومد چیزی درست کرد برای بازرسی شاهنشاهی. یه کارهایی که میکنن یک طرف رئیس دفتر شاه میشه، تا طرف دیگرش نخست وزیر با وزیراش و اینا بحث میکردن و اونا ایراد میگرفتن، رئیس دفتر مخصوص و کارشناساش از دولت، اصلا یه وضع خیلی ناهنجاری پیش اومده بود واقعا، و همه اینا هم شوخی. و در نتیجه کار به جایی رسید که مردم همه ناراحت شده بودن، و به خصوص طبقه و یعنی بخش خصوصی ایران که خیلی هم فعال بود، الان دولت کوتاهی هایی که در کارش پیدا می شد اینا رو گردن بخش خصوصی می انداخت، در حالی که تمامش مسئولش خودشون بودن. و خودشون می گیم دولت در واقع دستورات شاه، مثلا بنادر باید تمام وقتشون رو صرف می کنن که اسلحه وارد بکنن که تقدم داشت، کالاهای بازرگانی سر موقع نمی رسید، چندین ماه باید منتظر می موندن، و بعد هم می گفتن چرا قیمت ها گرون شده. خب چطوری قیمت ها گرون نمی شه که در داخل کشور هم سیاست غلطه که از داره بودجه داشتن، اونم همین کاری می کرد و مردم نرخ همه چیز بالا رفته بود، فشار به مردم خیلی زیادتر شده بود، توقع مردم هم بیشتر بود. من باید بگم در نتیجه نارضایتی شدیدی همه جا رو گرفت. واقعا یه وضعی بودش که در اون آغاز کار که شاه شروع کرد و همه مواردی که در جلد هفتم نوشتم به هیچ وجه اون موقع نبود، و هنوز مردم منتظر بودن که شاه یه کاری بکنه
و به تدریج بده به طرف اجازه مشارکت مردم در کارها که متاسفانه اینطور نشد. عده‌ای معتقدند که اون بله قربانگوهایی که اطراف شاه رو گرفته بودند او رو به بسیاری از این خودرأیی ها و این به صورت فردی تصمیم گیر بودند کشوندند و در واقع او رو به صورت یک دیکتاتور درآوردند. آیا این تعبیر درسته یا اینکه شرایط زیادی عامل شده بود که این تغییری که خود شما ملاحظه کردین به وجود بیاد؟ نه، این تعبیر مطلقا غلطه. تفاوتی که پیدا کرده بود، اگر شما جزو کسانی بودید که حرفتون رو به شاه میزدید، این شما رو میذاشت کنار دنبال یه نفر دیگه میرفت که هرچی میگه تایید بکنه. صحیح. بعدم اگر یک نفر خودش نمیخواد که مداخله در کارها بکنه و میخواد مردم وارد کارها بشن، مشاوران هم که دور خودش انتخاب میکنه کسانی خواهند بود که با این نظر موافق باشن، نبره دنبال کسانی که بگن بله بله همینطوریست که شما میفرمایید. واضحه که خود شاه بود. بله. از چند نفر از کسانی که اون موقع در کابینه های مختلف خدمت کرده بودن، رئیس سابق سازمان برنامه عرض کنم که و دیگران، شنیدم که شاه در بسیاری از موارد حرف شنوی داشت وقتی که کسی پیشنهاد. ببینید اینا برای این که کاملا درست حرفتون، رئیس سابق سازمان برنامه منظورتون مهدی سمیعیه. به همینطوره. بله. آره. فقط مهدی هنوز مردم منتظر بودن که شاه یه کاری بکنه و به تدریج بره به طرف اجازه مشارکت مردم در کارها که متاسفانه اینطور نشد. عده‌ای معتقدند که اون بله قربانگوهایی که اطراف شاه رو گرفته بودند او رو به بسیاری از این خودرأیی ها و این به صورت فردی تصمیم گیر بودن کشوندند و در واقع او رو به صورت یک دیکتاتور درآوردند. آیا این تعبیر درسته یا اینکه شرایط زیادی عامل شده بود که این تغییری که خود شما ملاحظه کردین به وجود بیاد؟ نه، این تعبیر مطلقا غلطه. تفاوتی که پیدا کرده بود، اگر شما جزو کسانی بودید که حرفتون رو به شاه میزدید، این شما رو میذاشت کنار دنبال یه نفر دیگه میرفت که هرچی میگه تایید بکنه. صحیح. بعدم اگر یک نفر خودش نمیخواد که مداخله در کارها بکنه و میخواد مردم وارد کارها بشن، مشاوران هم که دور خودش انتخاب میکنه کسانی خواهند بود که با این نظر موافق باشن، نبره دنبال کسانی که بگن بله بله همینطوریست که شما میفرمایید. واضحه که خود شاه بود. بله. از چند نفر از کسانی که اون موقع در کابینه های مختلف خدمت کرده بودن، رئیس سابق سازمان برنامه عرض کنم که و دیگران، شنیدم که شاه در بسیاری از موارد حرف شنوی داشت وقتی که کسی پیشنهاد. ببینید اینا برای این که کاملا درسته حرفتون، رئیس سابق سازمان برنامه منظورتون مهدی سمیعیه. همینطوره. بله. آره. فقط مهدی سمیعی، نه رئیسایی که بعدن اومدن به سازمان برنامه. صحیح. اون یک سالی که مهدی سمیعی در اونجا بود درست همین حرفی که میزنید صحت داشت، ولی اون زمان او هم جز کسانی بود که از همون موقع انقلاب شاه و ملت شده بود رئیس بانک مرکزی و در شورای اقتصاد شرکت میکرد و در اونجا همه ما که از جمله او حرفش صریح میزد، بنابراین همون راه میخواست ادامه بده. بله. وقتی رفت سازمان برنامه بیشتر از یک سال دوام نیاورد، ناچار شد استعفا بده بره کنار. و بعد رئیس قبلی سازمان برنامه که اصفیا بود، او هم به همچنین، ولی که اصفیا خیلی هم مورد احترام شاه بود، خیلی مورد احترام شاه بود، ولی میگم اینا همش مال همون دوره بود که میشد حرف زد. صحیح. بعدن دیگه این خبرها نبود و متاسفانه هویدا که از نظر انتلیکتوال یادم برجسته بود. بله. ولی او هم خیلی راحت این شرایط رو قبول کرد متاسفانه. آقای دکتر علی خانی، میدونم که خستتون کردم، اگر که اجازه بدید هفته آینده در یک چنین ساعتی من مجدداً دنباله سوالاتم رو خدمتتون مطرح بکنم اگه اجازه میدید. اشکال نداره، وقت بگذاریم با هم صحبت بکنیم. بله. بی‌نهایت ممنونم، به شما روز بخیر میگم و مجدداً تشکر میکنم از اینکه دعوت من رو پذیرفتید و وقت دادید به من. خواهش میکنم. خب شنوندگان گرامی، متاسفانه قسمت اول صحبت‌های من با آقای
دکتر علیخانی یک کمی مشکل داشت به علت ارتباطی که گاهی قطع و وصل میشد، ولی من نمیخواستم صحبتهای ایشون رو قطع بکنم. نکاتی رو که آقای دکتر علیخانی مطرح میکنن و کسانی که کتابهایی رو که آقای دکتر علیخانی در واقع ویراستاری کردن در 7 جلد خاطرات علم رو، صحبتهای زیادی پیرامون اون هست. عده زیادی معتقدن که اینها تمام یه مسائل ساختگیه و در واقع برای کوبیدن شاه هست یا کوچک کردن او هست. عده معتقدن که یکی از مهمترین اسنادی است که به جا مونده بعد از حکومت پهلوی. و من علت این که صحبتمو تموم کردم با آقای دکتر علیخانی این هست که دکتر علیخانی خب در سنین بالا هستن و مشکل صحبت طولانی براشون. من این رعایت رو میکنم و هفته آینده اگر که امکان داشته باشه حتما این صحبت ها رو ادامه میدم، به خصوص راجب نکات بسیار دقیقی که دکتر علیخانی در پانوشته های کتاب یادداشت های علم در اکثر صفحاتش مطرح میکنه. یعنی نکته ای رو که علم در یادداشتش مطرح کرده و اظهار نظری کرده و فرض بفرمایید که در رابطه با اون طرز تفکری که داشته با پادشاه صحبت کرده و نکاتی رو عنوان کرده، اگر که اون نکات با واقعیت روز تفاوت‌هایی داشته، دکتر علیخانی اون پایین صفحه توضیح دادن که یک چنین چیزی نبوده. مثلا در مورد جنگ اسرائیل و عرب نکاتی رو که علم مطرح میکنه توضیحات دقیقی رو دکتر علیخانی در این رابطه میده و تصحیح میکنه حرفای او رو که چنین چیزی نبوده. یا اینکه در یادداشت‌ها اگر که واژه‌ای به کار رفته که اون واژه به جا نبوده، باز دکتر علیخانی واژه‌ای رو که او به کار برده ذکر کرده و واژه درستش رو هم همچنین.